تلاش افغانستان برای رسیدن به گنج پنهان و ثروت آشکار در بهبوهه خروج سربازان خارجی از افغانستان اکنون چشم امید به توسعه اقتصادی و به پایستادن این کشور دوخته شده است. چشم داشته که ظاهراً بدون دستیابی به معادن زیرزمینی و ثروت روزمینیش ممکن نیست. اما در کنار خوشبینی های رسیدن به خودبسندگی هنوز هم نحوه استفاده از چشمه های عایداتی این کشور با علامت پرسشی مواجه است. اما آیا در حکومت افغانستان دید روشن برای بهره‌گیری از گنج نفته و ثروت آشکارش وجود دارد؟ معادن بیشتر به عنوان شمشیر دولبه تعبیر می شود. پس آیا معادن افغانستان تضمین برای آینده خواهد بود و یا اینکه تهدید برای آن؟ در نهایت بهره‌گیری از منابع اقتصادی افغانستان به کدام مسیر روان است؟ خوشبختی و آرامش یا ناکجا آباد و سرگردانی؟ آقایان وحیدالله شهرانی وزیر معادن، حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان پاسخ می گویند. آقای شهرانی با شما آغاز می کنیم. مسئله ای که بیشتر شما اشاره کردین موضوع قانونی استخراج معادن بود. حالا کار تصویب قانون معادن به کجا رسیده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و تشکر میکنیم از تدویر پروگرام. طبعا وقتی که موضوع معادن مطرح میشه برای سرمایه گذارا در هر کشور و تا برای خود حکومت هایی که در کشور اونا معادن دارن، اما چارچوب و یا رژیم حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است. در افغانستان اولین بار قانون جامع معادن در سال 2005 یا 1384 ساخته شده بود، از طرف کابینه وقت تصویب شده بود و یکی از بهترین قانون های معادن در منطقه بود. متاسفانه در سال 2009 و یا 1367 بنابر هر دلیلی که بود و قانون تعدیل شد و یک قسم یک سلسله تعدیلاتی آمد که داخل قانون مشکلات های خیلی زیاد را ایجاد کرد که از یک طرف حکومت نمیتونست که در انکشاف معادن با طوری که لازم بود مطابق با حرکت کنه و دوم هیچ سرمایه گذار نمیتونست که با جرات بیه و با اطمینان کامل در معادن افغانستان سرمایه گذاری خود انجام بده. و بعد از این بحث هایی که طولانی که ما داشتیم در داخل حکومت با اداراتی زیر ربط و همچنان بحث هایی که ما در کابینه داشتیم و خوشبختانه در 3 سال گذشته تمام اصلاحاتی که در وزارت معادن برای اولین بار در تاریخ افغانستان به وجود آمده یا برانداخته شده، یک از نواقص عمده می بود که رژیم حقوقی در بخش معادن یا در بخش مدیریت معادن جوابگوی نیازمندی های فعلی نبود و تمام مجالی سیمپوزیم ها، کنفرانس ها و نمایش هایی که ما در بیرون از افغانستان در نقاط عمده که سرمایه گذارای جهان مرکزیت دارن و یا موقعیت دارن داشتیم، کلانترین شکایت سرمایه گذارا از محدودیت ها و نواقص در چارچوب قانون معادن بود. و به ارتباط در 2 سال گذشته کار بالای قانون جدید معادن آغاز شد که در اونجا تمام معیارهای جهانی از شفافیت گرفته تا موضوع محیط زیست تا موضوع چگونگی عقد قراردادها، داشتن مفتشین بین‌المللی، تعهدات افغانستان با تمام ابتکارات شفافیت بین‌المللی و تضمین ادیازمی منافع اقتصادی افغانستان و همچنان جذب سرمایه گذاری، انکشاف محلات، موضوع منافع مردم محل که باید اونا اولین مرجع باشن که از این پروژه ها یا از این ابتکارات اونا استفاده کنن، با در نظر داشت تمام این معیارها قانونی جدید ساخته شد و بعد از یک بحثی طولانی که ما در کابینه 7-8 ماه در بر گرفت داشتیم، بحث خیلی طولانی داشتیم در کابینه. طبعا از کابینه حق دارن که در این موضوعات خیلی اساس نظر خود بیان کنن و هر کس تلاش میکنه که اما بلندترین درجه مفاد اقتصادی افغانستان در چنین قانونی خیلی مهم و اساس گنجانیده شود که خوشبختانه هفته گذشته بعد از بحث خیلی طولانی از طرف کابینه مسوده قانون تایید شد با تمام جزئیاتی که داشت و پیش بینی ما میست که ان شاء الله در خلال این هفته که امروز آغاز شده قانون از طریق وزارت عدلیه و وزارت پارلمانی جهت تصویب نهایی به مجلس نمایندگان تقدیم میشه. آقای وزیر، در بود اقتصادی را که پیش بینی میکنه بیشتر وزارت مالی افغانستان، پیش بینی چگونه یک وضعیت اقتصادی برای امسال و سال آینده اقتصادی افغانستان است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه عرض سلام احترام دارم بر برادران و خواهران حاضر در تالار و همچنان بینندای برنامه شما. در پاسخ به جواب شما، در این شکی نیست که سال 2014 بعضی تشویش ها را در ذهن مردم انداخته، هم در مورد انتخابات و هم در مورد خروج نیروهای بین المللی. و از این موقع طبعا امو حلقه هایی که بازم تکرار میشه که اینا سعی دارن که به هر نوی که میشه ثبات و استقرار در افغانستان خشدار بسازه، ترس و آوازه های را ایجاد میکنن که
و طبعا اضافه تر باعث نگرانی مردم میشه و این تاثیرات خود داشته. ما نمیتونیم که چشم پوشی بکنیم از اینکه طبعا امسال از تشویشایی که از 2014 مردم ما دارن، تاجر ما دارن، سرمایه گذار ما دارن، حجم سرمایه در افغانستان کمتر شده، حجم تجارت کمتر شده، کاروبار کمتر شده، کسایی که پول دارن کوشش دارن که پول خود بیرون بکشن برای یک جای امن‌تر در ذهنشان، ولی خوشبختانه همو توقع و انتظاری که دشمنای صلح و امنیت و استقرار در افغانستان داشتن او به تحقق نپیوسته، حجم کاروبار کم شده، ولی اقتصاد ما هنوزم که تخمین بانک جهانی و IMF است نزدیک به 10% تولید ناخالص ملی در حدود رشد اقتصادی ما خواهد داشتیم. عواید ما چند درصد؟ 10% تقریبا، نزدیک به 10% امسال ما همین رشد اقتصادی خواهد داشتیم که یک رشد خیلی خوبی هست، و همچنان در سالهای 2014 و 15 و 16 هم حد اقلش از 60% پایین نخواهد بود ولی بالاتر خواهد بود، که هم با اساس تخمینایی که ما نه بلکه ادارات مستقل جهانی داشته از افغانستان، ولی حاضر بازم رشد خیلی بدی نیست. عواید ما که خیلی زیاد طبعا یک کمی در عواید ما تاثیرگذار بوده، ولی در مقابلش ما مصارفات خود طوری عیار کردیم که تاثیرات خیلی ناگواری و قابل ملاحظه سرای ما نداشته باشه، بالای ما نداشته باشه. متأکد هستم که 2013 ما برایم و خصوصا در وسط این سال دیده شوه که اونو نگرانی هایی که مردم داشتن، اونو تشویش هایی که داشتن به او شکل نیست، بلکه سال آینده بازم یک سال پر از اطمینان و امید خواهد بود، ای روان تغییر خواهد خورد. فعلا حاضر من شخصا تشویش خیلی زیادی نه از 2013 دارم و نه تشویش از 2014 دارم. سپاسگزارم. سالهای آینده هم قابل تشویش نیست و پر از امید است، و رشد اقتصادی افغانستان هم دست کم تا سال 2014 10% و پس هم 2015 و 16 و 17 هم 6% خواهد بود. تا چه حد واقع بینانه هست. و در کنار آن قانون معادن قرار است تصویب مجلس نمایندگان را بگیره، و این قانون میتونه حل بسیاری از مشکلات فراراه استخراج معادن افغانستان شمرده شود. واقعا چنین است؟ کاهش کمک‌ها جامعه بین‌المللی و رفتن نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا و ناتو اثرات مستقیم بالای تجارت ما داره و بالای اقتصاد ما داره، به خاطر از اینکه اقتصاد ما اقتصاد مصنوعی است، مبتنی بر کمک‌های جامعه بین‌المللی و مبتنی بر حضور نظامی ناتو و آیساف. به طور مثال در سال مالی گذشته 2.3 بیلیون دلار فقط برای ترانسپورترهای ما US آرمی پرداخته، و در حدود 900 میلیون دلار دیگه هم دیگه کشورهای ناتو پرداخته. 3.2 میلیارد یعنی 3200 میلیون دلار همی ترکینگ ما یا به اصطلاح وسایت باربری ما از همی بابت پول به دست آوردن که دهی موتروان است، کلینر است، خانواده مربوط به یا هست، صاحب موتر است. و با 23000 عسکر که رفت تقریبا 15% مجموع همی ترانسپورت ها بیکار شدن. 23000 عسکر امریکا رفت. و مطابق ایسایی که از مکتب بیشتر و ایسی ماله میفهمن، فقط پریکویرمنت یا تدارکات را که قوای ناتو و مخصوصا امریکایی ها با سپریم داشتن 16.4 بیلیون دلار بود. امی پول هم شما میدانید که به قراردادی از اول واستن، قراردادی ثانوی یا سب کنترکتر باز امی تاجرای ما هستن که در دوبای هستن، در اینجا هستن و دیگه مؤسساتی هستن که در اینجا خانه را گرفتن، کرا گرفتن. لذا جدا از تبلیغات دشمنا و مخالفین، این یک اثرگذاری واقعی است. دیگه کسری بیلانس تجارت ما متاسفانه 97% است. ما در سال 2009 میلادی حدودا رسمی 2.5 میلیارد و غیر رسمی تا 4 میلیارد واردات داشتیم، و در مقابلش 585 میلیون دلار صادرات داشتیم. ایسایی که وجود داره سال بعدترش به 419 میلیون کاهش یافت واردات صادرات ما، و واردات ما 20% زیاد شد. امسال پارسال بدبختانه سال 2012 بدترین سال از لحاظ صادرات ما بود، و از لحاظ واردات رسمی و غیر رسمی که وزارت تجارت اگه سایه میته و گمرکات اگه سایه میته و چیزی را که ما درک میکنیم بر دو طرف رابطه داریم، با سکتور خصوصی رابطه داریم، بیش از 6 میلیارد دلار ما واردات داریم و در مقابل از او کمتر از 300 میلیون دلار صادرات داریم.
این کسر بیلانس تجارت در طی 12 سال گذشته هیچ کس فکر نکرد که چگونه ای باید حل شود. تشکر. حالا یک سوال اگر خیلی کوتاه بگیریم، سوال مشخص. جاوید نورانی هستم از دیدبان شفافیت افغانستان. میخواستم بپرسم که اولین چیزی که بسیار مهم است برای انکشاف معدن قانون است. مگم در قانون وزیر صاحب معدن گفتند که بسیار کوشش کردیم که می قانون ادبت سازیم که سرمایه‌گذار پیش بیایه و سرمایه‌گذاری کنه در افغانستان. آیا درباره مردم که چهار اطراف معدن می باشند برای حفظ منافع ازوام کار شده؟ و یک مسئله دیگه که بنفیشال آنرشیپ شما در قانون جابجا کردین؟ تشکر. سپاسگزار. آقای وزیر، بدترین سال صادرات افغانستان داشته، اقتصاد بیشتر مصرفی است و هیچ کار برای تبدیل و تغییر از این صورت نگرفته. کسر بیلانس تجارت هم به 97% میرسه. موافق هستین؟ در حرفای ما و فیزی سب تناقض وجود نداره. وقتی که ما گفتم که امسال رشد اقتصادی ما 10% خود بود و تخمین شده سال گذشته هم بی و در سالهای بعدی پایین می آید، طبعاً خروج نیروها تاثیر داره، طبعاً، و او را در فاکتور گرفتیم. ولی چند چیزها را باید بیاین که بهتر بفهمیم. که اول در این شک نیست که نیروهای خارجی خصوصا در اینجا که قراردادهای بزرگ داشتن، یک فیصدیش در افغانستان تاثیر داشت، ولی فیصدی اعظمش، مثلا اگر سوپریما نام بگیریم، شرکت های دیگه رو نام بگیریم، هم تدارکاتش بیرون از کشور میکرد، تمام تولیدات خود بیرون تا با امروز از بیرون کشور میآید. فلهاز یک تاثیر مستقیم بالای تولیدات ما در داخل نداشت، در خدمات داشت، طوری که حفیظه گفتن، مثلا در خود سکتور ترانسپورتی داشت. و همچنان اشخاصی که قراردادی ها میگرفتن، خصوصا تا به سب کانترکترش خارجی هستن، این پول میکشد افغانستان. پولی خیلی کمی که در افغانستان ساخته میشه اصلا در افغانستان باقی میمانه و در اقتصاد تاثیر خود داره. یک موضوع. ولی حاضر به او حجمی که ما 16 میلیارد یاد میکنیم که تاثیرش به حد 16 میلیارد است قطعا نیست. خیلی یک فیصدی خورده، شاید در امو بهترین کیسه شاید 5% این تاثیرات خود داشته باشد. مسئله دوم است که خیلی خوب، من موافق هستم، اقتصاد ما در 10 سال اقتصاد کاذب بود. با اساسات اصلی اقتصادی همه پول بسد در کشور هیچ چیزی نداشتیم، یک دفعه به 10 میلیون دلار به کشور می آمد و سکتور خصوصی ما و شرکت های ما اضافه‌تر خود عیار کردن که چطور قراردادها رو بگیرن، چطور خدمات بگیرن. علاقمندی خود در تولید در افغانستان کم بود. اقتصاد کاذب بود یا هست؟ تا به حال هست، تا به حال است. ولی خوشبختانه در 10 سال قدم های دیگه مرداشته شده. امروز تولیدات ما به مقایسه سالهای گذشته خیلی بالا رفته. اما صادرات ما بدترین و نه، صادرات ما بالا رفته. صادرات ما بالا رفته. ولی حالا چی میشه؟ همی که ببینن سکتور ترانسپورتی ما، سکتور وقتی قراردادی های ناتو پایین میایه، این به خود باید کار پیدا کنه. کار هست. کار چی است؟ ترانزیت است. باید اینا خود مصروف بسازن. طبعا امو آیده که اینا از ترانزیت به دست میارن شاید خیلی پایین باشن. فلهازا امی سکتوری که فلحال فعال شده، اونا هم به یک چیزی کمتر باید قناعت بکنن. فایده هایی که در افغانستان بود او هم حقیقی نبود. مثلا 100 میلیون دلار در یک سال 200 میشد، در دیگه سال 300 و 400 میشد، میلیون دلار 10 میشد در 2 سال. این چیزایی بود که خواب و خیال بود در چندین سال. ولی در دنیای حقیقی فایده ها در سال 10% و 15% بالا نمی باشن. نفیسه متعقین است، موافق هستن. آقای وزیر، حالا سوالیم در اینجا هست که متمرکز به اصل اون بحث اقتصادی اگر باشه، شما موافق هستین که کسر بیلانس تجارتی افغانستان 97% بوده؟ شما موافق هستین که بدترین سال امسال برای صادرات افغانستان بوده؟ نه نه پارسال. نه نه پارسال نه، در همه 10 سال ما کسر بیلانس خیلی بلندی داشته بود. و سال پار بدترین سال برای صادرات بوده؟ ما او را موافق نیستم. ما بخاطر باید ارقام ببینیم، ارقام ما ندیدیم. ایره موافق نیست که بدترین سال بوده. همه مثلا صادرات واردات ما 10 برابر یا اضافه تر از 10 برابر صادرات ما هست. ولی در می 10 سال بوده. ولی فلحال توانمندی صادرات ما بلند را توانمندی خودی امی فلحال به مو شکلی که پکیج و پروسس میشه میوای ما آیا 5 سال پیش میشد؟ نمیشه. فلحال راه پیدا کرده. حالی که خود بزنس ناتو و قوای بین المللی در اینجا کم میشه، طبعا توجه اضافه تر طرف امی سکتوری که ضرورت به توجه داره طرفی میشه که به نظر ما یک تغییر مثبتی در دراز مدت در یارسه ها مون. آقای شهرانی، دو نکته. اول
این که حالا از دید پرستیژ افغانستان اگر شما قرارداد را با کشور میکنین و با ورقه حافظی چیز بد نیست، ولی موافق اون بحث پول در آوردن و اقتصادیش نیستن، واقعا چون این است؟ خب این طرفه که قرارداد ما با این موافق نیستم که قرارداد از نیای از فقط از لحاظ پرستیژ امضا شده. قبل از که ما بحث کنم، اول برای اطلاع شما و اطلاع تمام بینندگان متنک اینجا تشریف دارن و از طریق تلویزیون طلو به مردم افغانستان، از طریق تلویزیون طلو و مردم افغانستان موضوع را ما بارها تکرار کردیم که تا حال در 10 سال گذشته دو قرارداد عمده معادن امضا شده. یکی قرارداد عینک است که در سال 2008 امضا شده بود میس عینک، و دوم قراردادی که است سه بلاک حوزه نفتی آمودریا دولت سریپول. برعکس تمام ثبت هایی که مردم ها بی خبر میگن که گویا خیلی عجله شده، خیلی اشتباه، ما به شکل خیلی اشتباه داره پیش میریم، یک اپا واقعیت نداره. البته بعضی قراردادها زیر پروسه، باز وقتی که ما شما میگیم که افغانستان معادن داره باید از معادن خود استفاده کنه، پیشتر هم جناب وزیر فیمالیا گفتن که بعد از اینکه کمک ها کم میشه، مصارفات نیروهای خارجی کاهش پیدا میکنه، افغانستان در جستجوی راه های بدیل به خاطر تداوم رشد اقتصادیش است، و رشد اقتصادی که دوامدار باشه، واقع‌بینانه باشه و افغانستان به طرف استقلالیت اقتصادی سوق بده، همیشه که باید افغانستان امو ظواهر معدنی که داره، وقتی که ما در افغانستان گپ از چی صحبت از معادن میکنیم، اکثر وینا بر اساس ظواهر معدنی است. ظواهر به این مفهوم است که تا حال حجم معدن تثبیت نشده طوری که لازم است. درباره اقتصادی بودن معدن و یا غیر اقتصادی بودن معدن معلوماتی زیاد وجود نداره. البته قراردادی که میشه، قرارداد در مرحله اول برای اکتشاف میشه، در صورتی که نتیجه اکتشاف که 2 تا 3 سال در بر میگیره و از خود هزینه داره، با استفاده از تکنولوژی زمانی که اقتصادی بودن امی ذخیره معدن تثبیت شود، بعدن قراردادی میتونه که به استخراج یفی و تولید از آغاز کنه. این پاسخ اون سوال. ما میخوایم کوتاه خیلی اشاره کنیم چون فرصت کم است. حالا در بحث منافع مردم، بله ما به خدمت سوال جناب آقای نورانی میم. البته ما هم طرفدار زیاد شدن ارزش در پروژه معدن هستیم و این میتونه که باعث ایجاد شغل شود، ارزش مواد معدنی را بالا ببره، فرصت های زیاد را به وجود بیاره و یک چرخش اقتصادی را هم چیکنه ایجاد کنه. البته این به ارتباط میگره که تا چی حد امی عملیه و پروسه اقتصادی است. ما اینو گفتنه میتونه که مثلا وقتی که معدن استخراج میشه، از اکتشاف و استخراجش تا امو تولید نهایی در افغانستان صورت بگیره، با در نظر داشتی مواد خام امراه، با در نظر داشتی منابع انرژی، منابع فنی، دانش و غیره و غیره و سرمایه گذاری که لازم صورت میگیره، باید تا مو اندازه ایده اینجا در داخل افغانستان پروسس شوه که امو چیزی که در داخل افغانستان پروسس میشه ای از لحاظ اقتصادی معقولیت داشته باشه و ای گپا تمامش در قرارداد معادن در نظر گرفته شده. بله، اگر اشاره بکنیم مشخص در مورد سوال، به ارتباط سوال آقای نورانی که در قانون جدید خوشبختانه اما منافع مشروع مردم محل در نظر گرفته شده و در هر قرارداد کلان و عمده معدن که برای 30 سال تا 45 سال عقد میشه، یکی از چیزهایی که ما الزامی آوردیم همیسته که یک موافقتنامه به خاطر رفا و یا حفظ منافع مشروع مردم امضا میشه که به نام کمیونیتی دیولپمنت اگریمنت یا موافقتنامه انکشاف محلات است که هر قراردادی کلان که ما وقتی قرارداد میگیرن حکومت افغانستان مکلف است که با مو شرکت قراردادی امی موافقتنامه را امضا کنه. مثلا با شرکتی که شما حوزه نفتی آمودریا را قرارداد کردین چه کاری برای مردم میکنه؟ خب قراردادی که در حوزه نفتی آمودریا صورت گرفته، فعلا شما برین اگر ببینین 1300 نفر در اونجا کار میکنه، از 1300 نفر یعنی در حدود 900 نفر تنها مردم خود سریپول هستن. سپاسگزارم. حالا سوال مشخص شما. محمود هستم، اصل سال 4 زمین شناسی. سوال من متوجه وزیر صاحب معادن است. با وجودی که در افغانستان بیکاری و فقر بیداد میکنه و سال 2014 هم در پیشرو است، مشکلات هست، با این وجود شما در جریان سال 2013 و سال 2014 چی برنامه ای در قبال یا بالای معادنی که هنوز دست نخورده در افغانستان وجود داره، یعنی به صورت تطبیقی که کار شروع شوه، آغاز شوه، چی برنامه‌ای داره؟ سپاسگزار. آقای وزیر، حالا بیشتر گمانه‌زنی‌های در مورد موجودیت فساد در ادارات حکومتی افغانستان حتی در وزارت مالی افغانستان مطرح میشه. فکر می‌کنید پس از گذشت نزدیک به یک سال از اون نشست توکیو و تعهداتی که بیشتر برای جامعه جهانی سپرده بودن، چه کاری در این امر صورت گرفته؟ ببینن
در اول که در معادن بیایم، در معادن بهترین پاسخ به مبارزه با فساد شفافیت و بازم شفافیت و شفافیت است. و خوشبختانه در این مورد دستاورده که افغانستان داره، وزارت معادن داره، شاید در خیلی کشورهای دیگه مطلق بی‌نظیر باشه. افغانستان با ابتکار شفافیت صنایع استخراجی اونا که آغاز کرد که میپوسه، راپور آخری که خود سکرتاریت این آمدن و ارزیابی کردن افغانستان، من نمی‌فهم که 40 قلم بود یا چقدر مواد بود، از او اکثریتش افغانستان برو به دست آورده. تقریبا در حدود 7-8 موارد بود که امسال هم او ما را به دست میاریم. ولی حاضر افغانستان عضویتی او سکرتاریت و یا اون ابتکار و یا او پروسه را پیدا میکنن، یعنی یکی از کشورهایی که مطلق همه شرایط شفافیت بالای خود پذیرفته عضویت پیدا میکنه. این یک چیزی خرد نیست، ولی این دستاورده در افغانستان متاسفانه خبرساز نیست. ای خبرساز نیست. هر سال گذشته که ما تعهداتی که داشتیم با توکیو، ما نشست دیگر در 3 جولای ما میگیرم، در همه چیزایی که ما در موارد مختلف با دنیا تعهد کردیم در 3 جولای نی امیال اکثریتش ما به دست آوردیم. امیال اکثریتش، ببینین بودجه ما در سطح دنیا، در سطح آسیا 4مین شفافترین بودجه است، بعد از مالیزیا، بعد از هندوستان و کره جنوبی. و کره جنوبی افغانستان 4م است. این دستاورد خورده نیست. چقدر خبرساز بوده؟ قطعا نه. بیاین نظام مالی ما. اینی همه خبرساز بودن به این معنی است که حالا اینقدر خبرها زیاد شده که زیر سوال برده بشه. من میایم به خاطر که به اساس افواهات، به اساس دعواهایی که اکثریت شاید که قطعا حقیقت نباشه، هدلاینز جور میشه در مورد فساد. ببینین دیروز مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی در افغانستان، یک فسادشان که خودشان مرتکب شدن 50 میلیون دلار یک قراردادی میگه. خب ما هیچ نی وزارت مالی خبر، نی افغانستان خبر، او میگه که فساد سر حکومت افغانستان اندازه. این همین پول است که ما میگیم که از طریق بودجه مصرف کو که شفاف است، از بودجه بیرون مصرف کرده، آلی 50 میلیونش گم شده، میگه در افغانستان فساد است. ولی حاضر حکومت افغانستان آلی کسی باید تحلیل بکنن، یک کس تحلیل بکنن. این همه ایش که افکار مردم میسازه. اما امی که افغانستان به اسلام مقام دوم میده، ای از افغانستان سعودی کدم در فساد بالاتر است، از کویت کدم بالاتر است. شما فکر میکنید چنین نیست؟ حتی نیست. از پاکستان کدم، از پاکستان کدم بالاتر است. در مورد وزارتی که شما در رأسش قرار دارید، از فساد گسترده در گمرکات گفته میشه. بیاین حقایق بیبی. 3 سال قبل همه عواید گمرکات ما 350 میلیون دلار بود، امسال به 1 میلیارد دلار میرسه. من یک محاسبه میکنم برایتون. اوسط تعرفه و اون حافظی سه معلوم است، 10% است. 6% جمع 4% 10% است. وقتی که ما 1 میلیارد دلار جمع آور بکنیم، ریاضی عادی است، چقدر باید ما از واردات داشته باشیم؟ 10 میلیارد. آیا واردات ما از 10 میلیارد بالاتر است؟ کسی بگه به ما. بله آقای وزیر، ببینن. من میخوایم مشخص حالا سوال اینجا هست. ببینن ما در زمانی که در مورد فساد صحبت می این خود شما میپذیرید ما میگم کمیته مستقل مشترک نمیگم، ما نمیگم که نیست، ما نمیگم که نیست. فساد گسترده میگن در گمرکات افغانستان. گسترده باید ببینن، از فساد گسترده ما میگیم، ما طرف خود که دستاوردهایی که داریم شواهد میدیم. اینجا در گمرکات موضوع از حساب است، در روز آخر حساب تغییر خورده نخورده. من میگم از 3.5 میلیون دلار به 1 میلیارد دلار در 3 سال بالا رفته، خب اون معلوم است. در بودجه است. پس پیشترتون رد میکنه. نه، ببینید، نه، این معنا نشد که فساد همه اش از بین برده. یعنی فساد گسترده وجود نداره در گمرک. فساد هست ولی به اون شکلی که 3 سال قبل بود قطعا نیست. اون خود در عواید ببینید. شما نظر با عواید مناسبه میکنید؟ خب عواید فساد در چی است؟ در گمرکات خب پول دزدیده شده نشده، پول گرفته شده نشده. از 3.5 به 1 میلیارد بالا میره چی مانه؟ که از 1 میلیارد است، از چقدر باید واردات شده باشه؟ خب 10 میلیارد واردات. خب در حقیقت شاید 11 میلیارد دلار باشه
وارداتش یک میلیارد شاید که قاچاق و گپو و چیزای دیگه شده باشه. ما دستاور داریم، از دستاوردش کسی یاد میکنن نه نمیکنن که شما یاد کردین پیش که ما یاد میکنیم و بایدم که بله. آقای وزیر، حالا در کنار از اینکه در مورد موجودیت فساد در دیگر ادارات هم گفته میشه، وزارت معدن هم از این امر بیشتر مستثنا نبوده، اگرچه شما پیشتر از این در گفتگوی و تفصیل صحبت کردین، ولی آیا واقعا میپذیرین که در بخشی از گزارش را که رسانه ها نشر کرد در قرارداد معدن آجیگک به شرکت سپرده شده بر اساس فساد موجود که کمترین حق امتیاز را پیشنهاد کرده بود؟ خب این طرف که تابل، البته در اینجا موضوع رسانه ها نیست، تنها یک اخبار بود که در خلای معلوماتی بعدا در دیگر رسانه ها طبعا در خلای معلوماتی اونا قضاوت کردن و ما در وقت هم که موضوع را فردای روز یا روزی بعدیش موضوع ما به مطبوعات افغانستان ایرا واضح گفتیم که در این قضیه یکی از استخبارات منطقوی دخیل است و ایرا میفهمین که اول آجیگک تال قرارداد نشده. آقای وزیر، یک نکته ایره که من میخواییم بگم، شما چند بار است که از استخبارات منطقوی کشورها یاد میکنین؟ کدام استخبارات منطقوی؟ امیرم من میمین بالاش، چون که سوال خیلی سوال مهم و هر فرد در افغانستان، هر طبع افغانستان علاقمندی جستجوی جواب این سوال هستن. اول آجیگک قرارداد نشده، در این شک نیست که معدن آهن آجیگک یک معدن خیلی کلان است. چند سال پیش هم به داوطلبی رفته بود، هیچ کس از او اطلاع نداشت. وقتی که اصلاحات در وزارت معدن آمد، بر اساس فیصله کابینه او پروسه متوقف شد و ما و وزیر سیب مالی شخص جناب رئیس جمهور در یک از مجالس کابینه وظیفه داد که یک پکیج جامع را برای انکشاف آجیگک آماده بسازیم که به همکاری متخصصین بین‌المللی و متخصصین داخل ما را آماده ساختیم و اولین بار در جون 2010 آجیگک به تمام سرمایه‌گذاران بین‌المللی در لندن معرفی شد. بعدا در سپتامبر همان سال این دوباره به سرمایه‌گذاران بین‌المللی در نیویورک معرفی شد و به تعقیب از این در تمام نشرات و مجلات معتبر اقتصادی و معدنکاری جهان به چاپ رسید. پروسه یک سال دربر گرفت که تا اول شرکت‌های واجد شرایط ایزار علاقه‌مندی خود نشان می‌دهند، بعدا با در نظر داشتی ارزیابی که صورت گرفت از توانمندی های این شرکت ها، مرحله دومی از این بود که پروپوزال های نهایی و مفصل از اینا تقاضا شد که اونا تقدیم کردن و بعدا یک تیم 12 نفره از حکومت افغانستان که اونا از 6 وزارت خانه افغانستان نمایندگی میکردن به شمول متخصصین بین المللی ما که ما به کمک از اونا نیاز داریم، یک وقت است افغانستان و زیر نظر 4 مفتش بین المللی که اولین بار در افغانستان یک داوطلبی یک معدنی کلان توسط یک مرجع بی‌طرف اونا نظارت میشن تا اونا از همون بلندترین درجه شفافیت و صحت پروسه باید اونا نظارت میکردن. خوشبختانه تال تمام راپورایی که درباره آجیگک توسط مفتشین بین المللی و مؤسسات مالی بین المللی صورت گرفته، تمام راپورا از همون بلندترین درجه شفافیت حکایت میکنه. اما کسی که در حالت ابهام مغریزانه و در حالتی که از هیچ وقت خبر نداره از گپاش صحبت نمیکنه. آقای وزیر، حالا اگر شما در این مورد خاص، اگر زمانی که شما صحبت میکنین بگذارید همین خلای معلومات را از ذهن مردم دور بسازیم. اول شما نام ببرن که مثلا حتما به عنوان وزیر معدن افغانستان معلومات دارین این استخبارات منطقه‌ای که میگن در پسین گزارش بوده کدام استخبارات منطقه‌ای؟ استخبارات منطقه‌ای به این مفهوم نیست که اونا گزارش می نویسن، اونا به افرادی که به اینا کار میکنن گزارش انگیزه میده. این استخبارات کجاست؟ استخبارات منطقه‌ای که امروز افغانستان به یک دوزخ به مردم تبدیل کرده. استخبارات که مردم نمیفهمن کجا هست این استخبارات. مردم میفهمن، امروز مردم میفهمن که استخبارات منطقه هیچگاه نمیمونه که در افغانستان مکتب بنا شوه، استخبارات منطقه نمیمونه که امروز مردم در افغانستان صاحب روزگار شون، امروز استخبارات منطقه حتی یک ملا و یک عالم زنده نمیمونه. و بازم میام بالای آجیگک که سوالش من خیلی مهم بود، تابل درباره تابل آجیگک قرارداد نشده، تنها این موضوع به کابینه افغانستان رفت. کابینه افغانستان اما ارزیابی که از طریق 6 اداره دولتی افغانستان صورت گرفته بود او را تایید کرد و به وزارت معادن و 6 و 5 وزارتخانه دیگه وظیفه سپرد که تا با در نظر داشتی معیارهای تعیین شده مذاکرات قرارداد آغاز کنه، که خوشبختانه مذاکرات تقریبا در مراحل اخیرش قرار داره. زیر نظر مفتشین بین المللی که بلندترین درجه شفافیت اونا تثبیت کردن و دوباره ای به کابینه میره. باز کابینه افغانستان با در نظر داشتی واقع بودن پروژه، که آیا پروژه معقولیت اقتصادی داره نداره، چقدر فولاد تولید میشه، چقدر آهن استخراج میشه، در تولید برق چه اقدامات میشه، چند صد کیلومتر خط آهن اعمار میشه، چقدر سرک جور میشه، پایه های انتقال برق در کجا اعمار میشه، به چی تعداد مردم شغل ایجاد میشه، چیزی که نورنفی پیشتر اشاره کردن، به مردم محل
چی کمک ها و چی فواید میسر میشه. ولی این جزئیاتش است که مطلب کابینه افغانستان تصمیم میگیره. آقای وزیر اگر موافقه کنه بعدن در صورت موافقه کابینه افغانستان باز اونا وزارت معدن و وزیر معدن وظیفه میتن که رفته به نمایندگی از دولت افغانستان قرار بدیم. ولی که مطمئنا این جزئیاتش است که نمیخوایم بیشتر به جزئیات بپردازیم. آقای وزیر یک نکته دیگه که میخوایم خیلی روکوسری جوابتون رو داشته باشم. در فرمان شماره 45 رئیس جمهور و صراحت گفته شد که باید فهرست از زورمندا و کسایی که تاراج میکنن معادن افغانستان ترتیب و به رسانه ها اعلام شود. چرا نشد؟ خب ما لیست تا جایی که معلومات به اختیار ما قرار گرفت، ما یک قسمت معلومات از طریق نهادهای دولتی گرفتیم، از طریق ادارات کشفی گرفتیم و در بعض ولایت ها که دفاتر ما بود از اونها هم جمع آوری کردیم. لیست نقاط شناسایی شده، افرادی که ظاهرا این کار انجام میتن نامه ای از اونها گرفته شده و کی هستند افراد؟ خب یک لیست کلان است. لیست ما به اداره امور تقدیم کردیم. از این لیست بزرگتان شما 5 نفر را نام ببرم. خب در مناطق مختلف، حالا مثلا ما براتون میگم روزانه از مناطق جنوب چی، از مناطق جنوب شرق افغانستان، از مناطق جنوب شرق افغانستان که از محمد آقای لوگر الى پکتیکا یا ارگون الى ارگون پکتیکا را در بر میگیره، روزانه بین 600 تا 1000 تن کرومایت قاچاق میشه. اما متاسفانه تا حال در هیچ شبکه خبری افغانستان تا حال نیامده است که این یک مصیبت است. شما باید به رسانه ها بگویید. طبعا خب ما میگه به بارها گفتیم، اما برعکس وقتی یک کار خوب صورت میگیره او را به شکل نادرست و به شکل یک چیزی غلط او را جلو میتن. عواملی که کرومایت قاچاق میشه چند عوامل داره آقای وزیر؟ ما یک نکته را میخوایم ذکر بکنم. حالا ما جزئیات قاچاق را نمیخوایم صحبت بکنیم، من میخوایم بفهمم که کابینه افغانستان، بله، رئیس جمهور افغانستان برای وزارت معدن به صراحت در فرمان شماره 45 بله، میگه که نام افراد را ببره. شما 5 نفر را نام ببره. پیش از اینکه ما نام افراد ببریم، ببینیم که عوامل چی، ریشه عوامل چیست. یعنی ما سوال شما به او مالیجه و یا به او تداوی ارتباط میگیره که شما مرض را تشخیص نمیکنید، میگین فارم باید این مرض وقت کابینه افغانستان تشخیص کرده بوده که بر شما فرمان کابینه افغانستان مرض را تشخیص کرده و کابینه افغانستان وظیفه داره که راه حل لیزر پیدا کنین. بین 600 تا 1000 تن کرومایت که یومیه قاچاق میشه که سرمایه ملی افغانستان است، عوامل عزیز که در بعض مناطق حکومت حاکمیت نداره. دوم است که باندای جنایی محلی امرا با باندای تروریستی که دو طرفی مرز ایزتر در وزیرستان شمالی و با جور دست دارن، اونا این شبکه را رهبری میکنن. سوم خلاها و نواقص در قانون موجود معادن افغانستان است که زمینه را به خاطر رسمی سازی امیت فعالیت های معدنکاری حرفه‌ای و معدنکاری به مقیاس کوچک که باید به مردم محل اجازه داده شوه و اونا جواز داده شوه او را برابر نمیکنه. چهارم در گذشته ها نبودی موجودیت دفاتر وزارت معادن که خوشبختانه در 2-3 سال گذشته ما با همکاری وزارت مالیه این دفاتر ایجاد کردیم، این عوامل است که باعث سازی میشه که امی معادن به شکل خودسر قاچاق شوه. لیست تهیه شده، لیست ما به تمام اداراتی مربوطه کشفی، امنیتی، ادارات تنفیذ قانون، پلیس ملی، پلیس سرحدی و دیگه اداراتی که به این موضوع با اون ارتباط میگیره با اونا داده شده. آقای وزیر من نمیخوایم باز هم یک بار دیگه به خاطر تکرار میکنم که شما پیشتر گفتین که رسانه ها در خلای معلومات صحبت میکنن. در فرمان شماره 45 رئیس جمهور گفته شده که نام افراد در رسانه ها اعلام شوه یا خیر؟ طبعا چرا شما چنین کاری نمیکنید؟ ما لیست تهیه کردیم، لیست آماده شده، لیست به مراجع مربوطه فرستاده شده که اونا اعلام کنن. همینجا هست که سوال های در برابر وزارت شما به میان میاد. طبعا چرا نام نمیبرن از افراد؟ برای شما وظیفه داده شده آقای وزیر. به طور مثال ما تمام افراد که شما فرستاده او را ما با همکاری کارمندای خودمون که گیدشن اینجا تشریف دارن، این لیست به مراجع مربوطه برای ریاست عمومی اداره امور و دیگه اداراتی که مسئولیت تنفیذ قانون دارن به اونا داده. تنها اعلان لیست، تنها اعلان لیست هم وظیفه شما است آقای وزیر. تنها اعلان لیست بدون هر نوع اقدام به خاطر جلوگیری کمک نمیکنه. بله کمک نمیکنه. پس این در فرمان 45 هم یک چیز واهی بوده که کمک نمیکنه. خیلی چطور وظیفه داده برای شما؟ ما در تطبیق فرمان 45 تمام معیار خود پوره کردیم، مکلفات خود ادا کردیم و موضوع وقتی موضوع با تطبیق از مطرح میشه و جلوگیری از مطرح میشه او به ادارات تنفیذ قانون قبل از قبل ابلاغ شده. سپاسگزار، متاسفانه جواب لازم را نگرفتم. من میخوایم که در دو مورد خاص، یک موضوع فساد در دو وزارتخانه و موضوع نام اعلام نام قاچاقبران، قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن افغانستان سوال اگر باشه.
به نام خدا، احمدی هستم، محصل پنتون کابل. اما سوال ما مشخصا راجع، یعنی متوجه وزیر صاحب معادن است که چرا به حساب به طور مشخص، یعنی واضح نام نمیبره از این افرادی که به حساب میگن که اینا کسایی هستن مال استعمار کردن، خب اگر لیست آمده شده چرا به حساب نام نمیبرین؟ و این یعنی بر شخص خود من اینی سوال بار میره که اگر وزارت معادن یعنی خودش آشفته به این مسئله نیست، خب باید نام ببره، و الا اگر نام نمیبره حداقل دلیلش برای ما بگه به حساب این دلیل است که ما نام نمیگیریم. یک یک سوال دیگه هم دارم جناب وزیر. سوال دوم ایکس که به حساب شما گفتین که ما متخصص نداریم افغانی در این امکانش نیست و یعنی خارجی هاست، شما چی تدابیر برای آینده گرفتین؟ آقای زاخیلوال، نکته دیگه ای که بیشتر مطرح میشه، حالا از یک جهت شما میایین پس از نزدیک به یک سال از گذشته نشست توکیو از ارتباطات بین وزارتخانه ها، مبارزه با فساد، مسائل اقتصادی صحبت میکنین، اما از جهت دیگر اینجا موارد خاصی است که از مشکلات میان وزارتخانه های افغانستان حکایت میکنه. مثلا وزارت فواید عامه افغانستان در انگام قرارداد سرک ترنکور دهراود با انتقاد از کارشکنی های وزارت مالیه گفت که مشکلات ایجاد شده از سوی وزارت مالیه میتونه مانع خدمات اجتماعی در کشور شود. او از وزارت مالیه کشور خواست تا بر اساس سلیقه های شخصی مانع خدمات اجتماعی در افغانستان نشه. یک سوال به میان میاد که زمانی که حکومت افغانستان دست کم وزارت هایش اما هنگی لازم وجود نداشته باشه، چگونه شما میایین از خوشبینی آینده صحبت میکنید؟ تشکر. اول که من آگاهی از این صحبت های وزیر صاحب ندارم، اگر از وزیر صاحب شکایت دارم میتونن، یعنی اینا میتونن، ما هر هفته در کابینه میشینیم و در کابینه همچو موضوعات میاین، در این شکی نیست که همیشه طبعا وزارت مالیه من حیث ارگانی که مسئولیت بودجه را داره و همیشه از همه وزارت ها به اصطلاح تقاضای پول میشه. تقاضای آخر وزارت فواید عامه هفته گذشته که برعلاوه چیزی که در بودجه است 60 میلیون دلار اضافه برای به سالانگاه میخواست که ما از کجا کنیم؟ طبعا اگر همچون تقاضاها شوه و تقاضاها در چوکات و پروسی بودجه نباشه، مثبت ما جواب ما منفی است و منفی است و طبعا اونا خوششان نمیاین. و یا همچنان مثلا در خود در موارد شاید که این موضوع قرارداد باشن که مثلا یک قانونی است که قرارداد یا با اساس اونا دو پاکته میگن یا یک پاکته شوه، قانون خیلی صراحت داره، مثلا دو پاکته در یک قراردادی در همزمان که همه دوستا در اینجا که در سکتور خصوصی هستن میفهمن یکی پروپوزالی یا چی امی پیشنهادی تکنیکی است و یکی مالی است. هر دویش باز میشه، مالیش خوانده میشه، تکنیکیش بازارزیابی میشه. اینا تقاضا دارن که در دو زمان مختلف باشه. قانون در اونجا همچو حکم را نمیکنه. ما این صلاحیت ندارم که بالای قانون حکم بکنم، از سوی ما بلند است. اونا تا قضا میکنن از ما که ما همی مجوز قانونی به اینا بتیم، ما همچه صلاحیتی را ندارم که ما مجوز قانون بتیم که در مدت زمان دو مدتی که وزیر صاحب در جریان است که همه دوستای مسائل را میفهمن، ولی حاضر چیزی که در قانون است، بعضی موارد قانون شاید که ما خوش نداشته باشیم، ولی چون قانون است هیچ کسی حتی کابینه این صلاحیت نداره، جمهور سوال الله هیچ شنا داره چی برسه به یک وزیر مالیه. شما بنابر سلایق شخصیتان قطعا نیست. آقای وزیر، یک نکته دیگه که می‌خوایم خیلی کوتاه و مشخص جواب بدن است که سر و صداهایی که ایجاد شد از دریافت معاشای بلند و بالا در وزارت معادن افغانستان، بله، حتی تا 107000 دلار مواردی که آقای وزیر در گفتگوی با طلوعی رد کردن، بله، و گفتن که کمتر از این بوده، آیا موافق هستن در کلیتش که همچون معاشات در وزارتخانه در افغانستان برای کارمنداش داده شده و یا با مشاور می‌خواهید؟ قطعا نه. ببینید ما چندین نظام در افغانستان داشتیم. یون یک نظام بود، یک بودجه 4 میلیارد دلاری در سال داره، در حالی که ما بودجه شخصی یا عادی ما تقریبا در حدود 3.5 میلیارد است، بالاتر از حکومت است. بیاین بودجه همه این جوا رو جمع کنین، بازم شاید که بالاتر از حکومت باشه. از قراردادی‌ها را جمع کنین، چهار برابر بودجه حکومت است. از سفارت‌ها را جمع کنین، این همه‌اش باعث شده که معاشات به اصطلاح غیر هماهنگ شده در خود سیستم افغانستان باشه. و چون این چیز وجود داره فکر می‌کنم مطلق وجود داره و در این ما اقدامات گرفتیم. امیال فلحال اگر شما ببین مقایسه بکنین معاشات فلحال مقایسه بکنین با معاشاتی که دو سال قبل با معاشات 300 قبل بود، در یک چوکات آوردی میره.
در یک چوکاتی آوردیم که منطقی تر است، در یک چوکاتی است که مناسب تر است، در یک چوکاتی است که خیلی از موبیلندایش مثلا مال در حکومت هم بلندترین ماشی که فلحال در سیستم حکومت از ما $5,000 آوردیم، در حالی که یک وقتی بود که تا $15,000 بود. ولی حاضر در یک چوکات آمده، همچنان با جامعه جهانی فکر میکنید این در چه چوکات میگنجه آقای وزیر که در $5,000 شما یک کارمند را ماش آوردن و یک مامور ممکن 5000 افغانی ماش بگیره؟ فکر میکنید این چوکات نیست؟ فلحال اما این ماشات ما از 5000 افغانی بالاتر است. ولی فلحال متخصصین ببینن، ما گفتیم ما چندین نظام داریم، ما یک متخصص کار داریم، در اون با بیرون یون برش $5,000-6,000 میده یا اضافه تر از اون میده، سفارت برش میده، دیگرها برش میده، وزارت معدن هم کار داره، وزارت مالی هم کار داره. شما موافق نیستین؟ ها؟ موافق نیستین؟ نه نه نه، من در چوکاتی که ما آوردیم فلحال موافق هستیم. آقای وزیر، من میخوایم که این بار جواب ها رو مشخص تر بگیرم. اول سه سوال مشخص مطرح شد، چرا نامی افراد رو نمیگیرن؟ خب نه، یه طور است که افراد معلومات ما زیادتر از ادارات محلی میگیریم و از مردم قریه و قصبه میگیریم. این نامه شناسایی شده، نامه داده شده به ادارات امنیتی و ادارات کشفی که باید اونها را تثبیت بکنن. ما در این قضیه خیلی با احتیاط کار میکنیم، برعکس بعضی رسانه ها، ما برعکس روش نادرست بعضی رسانه ها خیلی خام حرکت نمیکنیم که نام یک نفر بگیریم و فردا که وقت تحقیق شود و یک آدم شاید با عزت و با آبرو باشه، لیکن نام ازو باز به شکل نادرست جلوه داده شده. سوالم اینجا هست، در فرمان شماره 45 رئیس جمهور چه مدت زمان به مو کار پخته ای که شما میگین فرصت داده شده بود؟ برای ما مدتی بین 2 تا 3 ماه وقت داشت. حالا چند ماه گذشته از فرمان؟ ما تمامی مهرهای فرمان را پوره کردیم، کسایی که نامهایی که که در اختیار ما قرار داشته بنابر مو پروسه که ما داشتیم کلی نامه را گرفتیم، ما به نهادهای امنیتی به اونها واگذار کردیم. شما یک کار کرده میتونید که یک مجلسی، یک امیت نشست دوستانه که ما بتونیم معلومات بیشتر شریک بتونیم بین ما بین ادارات امنیتی بگیرید که دوچ معلوم شه که تمام نامهایی را که ما به اونها داریم چه زمانی شما حاضر هستین همچو مجلس را خود شما ترتیب بدین؟ خب ما آماده هستیم که در ظرف 1 تا 2 هفته با در نظر داشته که مقامات از اونها چی داشته باشه، وقت داشته باشه، نمیتونید مجلس مطمئن هستیم چی کار را میکنین؟ ما تلاش خودم میکنم. تلاش میکنین؟ یعنی مطمئن نیستین؟ نه نه، مطمئن به تلاش خود هستم. خب در اینجا دفعه موضوع دیگه که مطرح شد، چون شما سوال خیلی مهم مطرح میکنین، البته وقتی که سوال مطرح میشه به شکل خیلی مهم ایجاب میکنه که باید جواب ازم شده شد. در اینجا شما از معاشات بلند وزارت معادن یاد آورشدین، ما وزارت های داریم که 4000 مشاور خارجی دارن. کدام وزارت است؟ وزارت های چی؟ سکتور های داریم که 4000 ترینر یا کسایی که آموزش میتن داره اداره. مثلا شما اگر برین ببینید اردوی ملی و پلیس ملی ببینید، صدها متخصص در اونجا به خاطر ساختن اردو، آوردن تکنولوژی نظامی، به خاطر ساختن اردوی ملی، پلیس ملی، آموزش افغان کار میکنن و به این اندازه ماش دریافت میکنن. خب ماشات ما نمیتیم، تمام ماشاتی که به همین موضوع را خیلی میخوایم که از طریق شما به مردم افغانستان ابلاغ کنم که ماشات به مشاورین خارجی هیچگاه از عواید حکومت افغانستان پرداخت نمیشه. اینجا شخص جناب وزیر مالی هم تشریف دارن که اینا افهمه کرده معلوماتی بیشتر دارن. وزارت معدن از وزارت هایی است که خیلی دیر در اینجا اصلاحات به وجود آمد و این هم فهمید که اگر شما 3 سال پیش در این وزارت می آمدین وزارت در یک قرد دیگه قرار داشت. یک واقعیت هایی است که از هیچ وقت چشم پوشی کرده نمیتونید. شما از اصلاحات صحبت میکنین اما هستن افرادی که شما را انتخاب میکنن میگن خیشخوری ساختن. خب امورا خب ما دو قضیه شما باز میتونید که یک تیم تفتیشی از تمام مطبوعات افغانستان تشکیل بدین، ببینید که در وزارت معدن بعد از آمدن ما چی تعداد رؤسا، مدیرها و مامورین از قومی که ما به اون مربوط هستیم و از ولایتی که ما در اونجا از اونجا آمدیم از اینجا مقرر شدیم. و در اینجا که از همکارا گفت که آیا ما متخصص نداریم؟ با متخصص چه کار میخواییم بکنن؟ ما متخصص داریم اما در پلوی که ما متخصص داریم بخشایی هست و یا مهارت هایی هست که افغانستان فعلا تخصصی افرادی افغانی تا حال به اون دازه نرسند. شما به این یک محصیل زمین شناسی این را برای ما گفته میتونین که در 10 سال اخیر چند نفر رفته از پانتون های معتبر جهان در زمین شناسی معاصری خود آوردن و شما چی کار کردن؟ و ما خوشبختانه در چند سال گذشته که ما در 30 سال گذشته که در وزارت معدن هستم تا حال درجن ها نفره، ده ها نفره به استرالیا، ژاپن، هندوستان دیگه کشور رای کردیم و یک دیگه از این سال انشالله تا ختمی تا ماه سپتامبر سال 2013 دوباره در افغانستان برمیگردن و اثر خدمت میشن. و ما می سوال میکنیم که در افغانستان ما چند عقدان معدن داریم؟ امروز یک از مشکلاتی که در قرارداد معدن در گذشته بود همین بود که در افغانستان هیچ عقدان مادی نداشت. اگر بوده باشه مردم های سکتور خصوصی دمیج حضور دارن برای ما بگن. و امروز طبعا
طبعا امروز قیمت تن حقوقدان در روی زمین حقوقدان معدن است و نه شما چند پول میتین برش؟ خب ما این پول نمیتیم، این پول عمو مراجع کمک دهنده کمک میکنه. چقدر پول میتین شما؟ بهتره این فکر رفته از اون مراجع پرسان کنین که شما ندارین این لیست را، فهرست را ندارین؟ لیست ما داریم و ما یعنی به خاطر عقد قراردادمان از بهترین متخصصین حقوقی در بخش معدن استفاده میکنیم. بنا بر چند دلیل، اول است که اول در افغانستان این ظرفیت دفتر وجود نداره. فعلا افراد ما در بعضی پانتونای استرالیا و هندوستان زیر آموزش قرار دارند تا سپتامبر سال 2013. دوم، قراردادهای معدن قراردادهای خیلی مغلق است. قراردادی است که چند میلیارد دلار ارزش داره و بین 3 تا 5 سال در بر میگیره و اندک غلطی حقوقی سوالایی را ایجاد میکنه و یا پیامدهای منفی داشته باشه که هیچ کسی را توجیه کرده نمیتونه. و چهارم هم است که وقتی که مراجع بین‌المللی برای ما به خاطر امی عقد قراردادها و یا انکشاف منابع مدنی افغانستان کمک میکنه که یک امر مهم است برای افغانستان، اونا هم حق دارن که تا مطمئن شوند جامعه مدنی افغانستان، سازمانهای شفافیت بین‌المللی، مفتشین بین‌المللی، مؤسسات مالی بین‌المللی، اونا میخوان که اونا مطمئن شوند که امو بلندترین درجه شفافیت دیگه در نظر گرفته شده. آقای نورانی در اینجا تشریف دارن از سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، در اکثر مذاکرات قراردادها با جریان داوطلبی اینا حضور دارن و اینا ما مطمئن هستیم که اینا مشاهده کردن که در اونجا علاوه از اینکه مفتشین بین‌المللی وجود داره، مامورین شش اداره دولتی افغانستان وجود داره، اما بلندترین معیارهای شفافیت و اما معیارهای جانی کاملا در نظر گرفته شده. این نکته را پیشتر اشاره کردین، سپاسگزار. حالا در کلیتش بگومگوهای زیاده در مورد چگونگی عملکرد وزارت مالیه و معدن افغانستان مطرح شد. آیا در کل موافق این حرفا بودن و یا این که سوال مشخص، دیدگاه مشخصان در مورد عملکرد این دو وزارت چی است؟ عطاالله حسنی هستم، یک تن از محصلین پانتون پلی‌تکنیک کابل. سوال ما متوجه وزیر صاحب معدن میشه. یکی از مشکلاتی که جوانا داره، بله، زمانی که مثلا از پانتونا فارغ میشن اینج میاین و بستای شما چی در وزارت معدن و چی در ریاست سروه اعلان میشه، بل. اونجا تجربه 2 ساله و 3 ساله نیاز است. آیا کسایی که نو فارغ میشه و کارم نکرده، مثلا شما کدام تابلت تجربه بلد هستین کنا بخوره و مثلا بدون کار تجربه 2 ساله حاصل کند؟ تشکر. سوال ما میبین دیدگاه سوال شما. سوال ما متوجه آقای وزیر مالیه هستک. پیشتر آقای وزیر مالیه تایید کرد گپای استاد که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد کاذب است. آیا در این مدت 10 سالی که گذشت و سمت مدیریت وزارت دارایی را که شما دارین، کدام بدیلی را به خاطر جابجایی اقتصاد حقیقی به جای اقتصاد کاذب شما تا حالا انجام دادین یا نه؟ اگر انجام دادین کدام است؟ سپاسگزار. آقای وزیر اول از شما. تشکر. سوال خوبی می را مطرح کردین. ببینین ما حکومت تقریبا 100% بودجه این کشافی خود از دونر می گیره، 40% بودجه عادی خود از دونر می گیره. در این 4 سالی که ما هستیم، اولین کاری که ما کردیم ایست که حکومت قبل از وظیفه در جریان است یک برنامه مکمل، یک برنامه ملی یا برنامه ملی انکشافی نداشت. ما دانستیم که 22 برنامه ملی انکشافی را بسازیم. به خاطر چی؟ به خاطر که قبلا عذر دونری بود که شما برنامه نداریم. ما که میایم پول به دل خود و به شوق خود و به مورای خود مصرف میکنیم، به خاطر که شما چی دارین؟ برنامه. در اون برنامه 3 چیز. در این 22 برنامه 3 چیز در نظر گرفته شده. اول، در جای مصرف شوه، خصوصا توجه به زیربناهای شوه که او اساسات اقتصاد می سازن. او زیربناها کمک به معدن میکنن، او زیربناها کمک به زراعت میکنن، او زیربناها کمک به عواید ما میکنن. فلهذا همه برنامه ها که زیربناها را در بر میگیره، زراعت را در بر میگیره، صحت را در بر میگیرن و و و خود تقوی منابع بشری را در بر میگیرن که 22 برنامه ساخته میشن، تمام فوکس و تمرکزش سر رشد اقتصاد پایدار، سر کاریابی و سر نتیجه نهاییش و عواید بلند بردن عواید حکومت باشن. خوشبختانه امروز که شما میبینن که خصوصا
در این چند سال ما بالاخره آغاز کردیم به ساختن خط آهن که 180 کیلومترش ساخته شده و و و و و, و یک 2.5 کیلومترش ان شاء الله در یک سال یک نیم سال آغاز میشن. این چیزایی است که اساسات میسازد. مثلا شاراها هست، بندها را شروع کردیم، در هرات شروع کردیم، در پکتیا شروع کردیم، در المار، در فاریاب شروع کردیم، در کمالخان، در نیمروز شروع کردیم. این چیزایی بود که به نظر ما اون توانمندی دائمی افغانستان خصوصا در تولیدات بالا میبرند. سپاس می‌کنم. آقای وزیر میشه باز بعداً با شما صحبت بکنم. به ارتباط استخدام فارغ التحصیلای جدید، وزارت معدن تشکیلش تقریبا در حدود 3000 نفر است، هم در سروی جیولوژی و هم در خود وزارت معدن، بدون تصدیه‌ای که اونا در مزار و در شبرغان هستن یا در پل خمری است. ما کفایی را مقرر میکنیم که اول وزارت داشته باشیم، دوم امنیازمندی در وزارت موجود باشه و سوم تشکیلات به ما اجازه بده. ما نمیتونیم که مثلا به طور مثال فعلا در وزارت معدن 2960 نفر کار میکنه، تشکیل ما 3000 نفر است. یک سال 400 نفر از پانتونای مختلف افغانستان من جمله پلی‌تکنیک فارغ میشن. ما نمیتونیم که بیش از بالاتر از ما سقف تشکیلاتی مقرر کنیم. و وزارت معدن یک وزارت تولید کننده و یا استخراج کننده نیست، ما یک رگولیتر و یک تنظیم کننده هستیم. چیزی که امتیازی که پروژه های معدن نه تنها در افغانستان بلکه در کشور که تجربه معدن کاری داره همیست که پروژه های معدن در پلوی که عواید به وجود میاره، عواید میاره به حکومت ها، به حکومت عواید میاره، زیر بنا انکشاف میته، یکی از مهمترین وسایل کاریابی به شکل متداوم است. از این خاطر وقتی که قرارداد عقد میشه، بعد از مرحله اکتشاف و تولید آغاز میکنه، هر پروژه کلان به ده ها هزارها و ده ها هزار نفر ضرورت داره و توجه ما بیشتر میسته که امو ظرفیت ها از پانتون افغانستان فارغ شوه که بتونه که امنیازمندی بازاری کار در این عرصه پوره کده بتونه. در 3 سال گذشته کسایی که در وزارت معدن از طریق برنامه رتوب و معاشات اصلاحات اداری کمیسیون خدمات ملکی مقرر شدن و بعضی پروژه هایی که از طریق مراجع بین المللی در اینجا تمویل میشه، 70% کسایی که مقرر شدن کسایی هستند که فارغ التحصیل جدید هستند، تازه فارغ شدن و اکثر از این جوان ها هستند. و علتی که ترکیزی که من زیادتر بالای جوان ها در وزارت میکنم همیست که با سرمایه گذاری که بالای جوان ها میشه این به ما اطمینان میده که تا 25-30 سال آینده نیازمندی وزارت معدنه در این ناحیه ما میتونیم که تامین کرده بتانیم. سپاسگزارم. دیدگاه های متفاوت و سوال و پاسخ های متفاوت ارائه شد. شفافیت در قراردادها وجود نداره، وجود داره. در گمرکات افغانستان فساد گسترده وجود داره، وجود نداره. و نام افرادی که در زورمندانی که در استخراج معدن افغانستان دست دارن اعلام نمیشن، اعلام میشن. و موارد دیگه ای که پرسش و پاسخ مطرح شد. اما در نهایت با توجه به وضعیت موجود و نگرانی هایی که از چگونگی اقتصاد افغانستان به ویژه پس از 2014 مطرح میشه، وضعیت اقتصادی افغانستان به کدام مسیر روان است و چه کار باید دست کم پس از 2014 صورت بگیره؟ آقای وزیر. تشکر. اول که من نگفتیم که فساد گسترده وجود داره و نداره، گفتم گسترده وجود نداره، فساد وجود داره. من گفتم که گسترده وجود نداره. نداره که اصلاح شوه. فکر میکنم اشتباه نبود آقای وزیر. من گفتم گسترده وجود داره، شما گفتید نداره. صحیح. که صحیح. بله در 2013 و 14 بازم خوشبختانه که ما تعهدات بین ملی بعد از کنفرانس توکیو با خود داریم، حداقل به 5 سال آینده فی سالانه تقریبا در حدود 4 میلیارد دلار تعهد شده. در 4 میلیارد دلار بازم شرطی که ما گذاشتیم که حداقل 50% از بودجه ملی افغانستان به مصرف برسه. در بودجه ملی افغانستان و همچنان پولی که بیرون به مصرف برسه باید که اینا مطابق نیازمندی های ما و اولویت های حکومت افغانستان باشن که اونجا یک چارچوبات ساختیم در خود چارچوب پاسخ متقابل توکیو که در اونجا زیربناهایی که ما آغاز کردیم که شاراهای ما هست بالاخره باید مکمل شود که خوشبختانه امروز ما تمویل شارایی که از مزار شریف به هرات میره مکمل داریم که در 2 سال آینده مکمل میشه. تمویل شارایی که از مزار شریف قندهار را وصل میکنه مکمل تمویلش داریم. راه سرک دوم جلال آباد تا به کابل تمویلش ما داریم. همچنان خط آهن که مزار شریف ما را به ترکمنستان وصل میکنه و همچنان به
تاجیکستان وصل میکنن که تعهدی تمویلی شما داریم. برقی که وصل میشه از ترکمنستان به مزار شریف و لاین دومی که میایه به کابل که تا به 1300 میگاوات برق را میرسانه و همچنان تمویلی برق لاین برق از کابل تا به قندهار، غزنی و قندهار و همچنان تا به لوگر و پکتیا و خوست که بالاخره بدون برق تولید نمیشه، این تمویل شما داریم. و همچنان پروژه های دیگه اساسی زیربنایی که ما برای ضرورت داریم ما تمویلش داریم. یعنی همه ای چیزایی هست که انشالله آینده افغانستان و اقتصاد آینده افغانستان ما برای اون او اتکا خواهد داشت و ای اساساتی هست که اساسات پخته است و اقتصاد ما را پایدار خواهد ساخت. اساسات پخته است و اقتصاد را هم پایدار خواهد ساخت. واقعا چنین خواهد شد؟ کاملا ما فرمولی اینا موافق هستم و وقتی که موضوع مادین مطرح میشه پیشتر وزیر مالیه گفت که یک از منابعی که میتونه افغانستان اساسات اقتصادیش خیلی پخته بگذره موضوع مادین است، چون که برای تداوم رشد اقتصادی برای ما امر مهم است. و یک مثالش برای شما میگم، البته بحث مادین تنها محدود به عاید دولت نیست، عاید بالا رفتن عاید دولت از بخش مادین یک بودی قضیه است. به طور مثال وزیر مالیه تمام اسناد عایداتی پیش از اینا در وزارت مالیه است از سال 1381 تا سال 1388. اگر شما برید ببینید تمام هر سال مجموع عایدی که وزارت مادین به وزارت مالیه پرداخته شده بین 4 تا 13 میلیون دلار است. اما در سال 89 در سال 90 بدون عقد کدام قرارداد جدید، برعکسی که مردم تو فکر میکنن، بدون عقد کدام قرارداد جدید، اصلاحاتی که در بخش مدیریت عایداتی و دیگر اصلاحاتی که در وزارت مادین آمد به همکاری وزارت مالیه و نهادهای بین‌المللی، عواید ما در سال 89 به 46 میلیون دلار بالا رفت، در سال 90 114 میلیون بالا رفت و سال 91 که تنها نوما بود در حدود 86 میلیون دلار بود و پیش بینی هم است که ان شاء الله تا ختم سال 1392 ای به 160 میلیون دلار بالا میره. این می نمونه است که عملا ما اما تاثیر موفقیت اصلاحات ما میبینیم و نتیجه مثبت ایزی رو میبینیم. و امون برنامه‌ای را که میشه خیلی فشرده بگوین برای استخراج در آینده استخراج مادن افغانستان دارین چی است؟ خب اینطور است که امون تعهداتی که افغانستان در مستندش به خاطر دهه تحول که بعد از سال 2014 الى سال 2024 وقتی تکمیل میشه که پیش از وزیر مالیه گفت که اینا فرمودن که جامعه جهانی تعهدات خود دهی قبال تا سال 2024 داره، انکشافاتی که در بخش مادین صورت میگیره و برنامه هایی که روی دست گرفته شده چندین نقطه عمده مادین شناسایی شده، هم میس است، هم آهن است، هم نفت و گاز است، لیتیم است، طلا و غیره و غیره، با انکشافی از در سال 2024 سالانه عاید حکومت های وقت افغانستان سالانه حداقل 4 میلیارد دلار خواهد بود که در وقت بلندترین منبع عایداتی به حکومت های وقت افغانستان خواهد بود. سهم مادین در اقتصاد افغانستان در حدود بین 18 تا 20 میلیارد دلار خواهد بود که در وقت 45% اقتصاد ملی افغانستان تشکیل میده. این امر برای ما خیلی مهم است، یکی عاید دولت است، دوم سهم مادین در اقتصاد ملی افغانستان است و در سال 2024 با پیشرفتی که صورت میگیره که فعلا اساسات قویش الحمدلله مانده شده، نیم میلیون شغل به شکل متداوم در اقتصاد افغانستان ایجاد میشه که افغانستان میتونه که یکی از کلانترین مصیبت ها ایجاد بده. سپاسگزار. این بود پرسش پاسخ در محور وضعیت اقتصادی افغانستان در حال و نگاه با آینده. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.